متاسفانه سیاستگزار پولی و بانکی ما امتناع میکنه از تغییرات جدی و اساسی و به دنبال اصلاحات آرایشی بهداشتیه و اینو خیلی خوب انجام میدن. همین کنترل ترازنامه یکی از اون سیاست ها بوده. یه قاعده کلی برای همه گذاشتم. وقتی بنده نسبت به مسئله اعتراض کردم گفتم باشه یه کار دیگه میکنیم، دو قسمتش میکنیم، بانکایی که خوب بودن مثلا 3% رشد بدن، بانکایی که بد بودن مثلا 1.5% رشد بدن. اینقدر به ابتذال کشیده شده مسئله نظارت بانکی، اینقدر ساده است. خب نتیجه‌شو داریم میبینیم. فشار مضاعفی به مردم وارد میشد از این بر دولت و حالا بقیه در واقع نهادهای حکومتی می اومدن به تو در واقع به گونه این منابع رو از سیستم بانکی میگرفتن که تهش پایه پولی هنوز بالا بود. البته یکی دو بانک خصوصی ما داریم که درست دارن عمل میکنن، ولی این بانک های دیگری که تحت عنوان بانک خصوصی شناخته میشه، اصلا در دنیا ما به چنین نهادی بانک خصوصی نمیگیم و اصلا کلا خصوصی به حساب نمی آیند. اینها مؤسساتی هستند که مثل جاروبرقی ثروت رو از جامعه جمع میکنن، در اختیار مالک بانک و در اختیار نزدیکان به بانک قرار میدن. در اخبار در همه جا اعلام میشود که در ایران هم از این به بعد قرار هست که مدل روسی ارز اجرا بشود. چه میکنند؟ نرخ ارز در واقع نیما رو در 28.500 تثبیت کردن، اجازه ندادن تو کامپیوتر حتی یک ریال بالا پایین بره. اسم این گذاشتن مدل روسی. این کاملا 180 درجه در تعارض با مدل روسی هست. شما اگر بخواید اقتصاد ایران رو زمین بزنید با توجه به اینکه تعهدات ارزی بسیار پایین است، باید به طور مصنوعی یک نوع تعهدات ارزی رو ایجاد کنید. این نابغه‌ای که این مسئله به ذهنش رسیده این کار رو در کشور ما داشته انجام میداد. یعنی تعهد تأمین ارز 4200 باعث شده بود که در نهایت دولت و بانک مرکزی در بازار آزاد یا در بازار نیما ارز خریداری بکنند و تخصیص بدهند به 4200. یعنی دقیقاً شبیه سازی وضعیتی که در ونزوئلا و در آرژانتین شکل گرفت. اون بازاری رو که به رسمیت نمیشناخت الان مردم هم به رسمیت نمیشناسند. مردم از بازار ارز آزاد هم عبور کردند. سیاستگزار هنوز در خواب خرگوشی خودش در 28500 داره در واقع حظ بصر میبره از این سیاستی که دقیقاً